سخنرانی سناتور لیندا فروم، اظهارات سناتور رینل آندرو چاک و گزارش ایبلین کاتلر نماینده پارلمان کانادا در هفته حسابرسی از رژیم ایران. سناتور لیندا فروم در جلسه رسمی سنای کانادا طی سخنانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: امسال هفته حسابرسی از رژیم ایران با مذاکرات هسته‌ای همزمان شده است. این مذاکرات این تهدید را در بر دارد که نقض گسترده و نهادینه حقوق بشر توسط رژیم ایران را تحت شعاع قرار دهد یا قابل قبول جلوه دهد. نقض هایی که به رغم صحبت روحانی از اعتدال همچنان ادامه دارد. سناتور لیندا فروم ضمن اشاره به سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در استماع زیر کمیته حقوق بشر بین المللی پارلمان کانادا افزود: این هفته همچنین با اولین سالگرد سرکوبی همزمان شده که قبل از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران در سال گذشته رخ داد. از زمان روی کار آمدن روحانی در اوت 2013 بیش از 600 نفر اعدام شدند. حبس ناعادلانه بیش از 900 زندانی عقیدتی و سیاسی همچنان ادامه دارد، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر، رهبران قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویس‌ها، دانشجویان و رهبران اتحادیه‌های کارگری. بسیاری از آنها در معرض خطر اعدام قرار دارند. از شما سناتورهای محترم می‌خواهم به موضوع ایران و به تهدیدی که رژیم حاکم برای جهان و شهروندان خودش دارد توجه داشته باشید. به گزارش سایت سنای کانادا، سناتور رینل آندرو چاک در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد نیز در سخنرانی خود گفت: در ایران حدود 2600 تن از فعالان، وکلا، دانشجویان و روزنامه نگاران به دلیل ابراز عقایدشان همچنان در پشت میله‌های زندان هستند. آنچه زندانیان سیاسی در ایران تجربه کردند نقاط مشترک بسیاری با هم دارد، اما جنبه‌ای که به طور مستمر و پیوسته تکرار می‌شود شیوه نهادینه به کار گرفته شده از سوی مقام‌های رژیم ایران به منظور در هم شکستن اراده مخالفان سیاسی است. سناتور آندرو چاک سناتورهای کانادایی را فرا خواند تا در کنار کسانی قرار گیرند که در ایران آزادی خود را فدای دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی برای هموطنانشان کردند. ایروین کاتلر، نماینده پارلمان کانادا و از مبتکران هفته حسابرسی از رژیم ایران، در گزارشی از جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده در این هفته اظهار داشت: جنبه‌های مختلف نقض جدی حقوق بشر در ایران در دوران روحانی بی‌وقفه ادامه یافته و حتی تشدید شده است. او نقض گسترده حقوق بشر در حکومت آخوندی را در زمینه اعدام‌ها، زندانیان سیاسی، شکنجه، سرکوب بهائیان، سرکوب روزنامه‌نگاران و تجاوز به آزادی بیان و تجاوز به حکومت قانون و استقلال قضایی را با ذکر نمونه‌های مختلف توضیح داده است. وی تأکید کرد که مذاکرات هسته‌ای نباید اذهان را از پرداختن به سرکوب گسترده داخلی توسط رژیم ایران منحرف کند. رژیم ایران بالاترین تعداد اعدام‌ها را به نسبت جمعیت در جهان دارد و اعدام‌ها تحت ریاست جمهوری روحانی به نحو نگران کننده‌ای افزایش یافته است. در این دوران بیش از 650 نفر اعدام شدند، از جمله 20 نفر که همزمان با هفته سیاست خوشرویی و لبخند روحانی در ماه نوامبر وقتی روحانی در ملل متحد به سر می برد اعدام شدند. این نماینده پارلمان کانادا می افزاید: یکی از نمونه های شوکه کننده در ارتباط با خشونت گسترده به کار گرفته شده علیه زندانیان ایرانی حمله وحشیانه هفته آوریل در زندان اوین است. نیروهای امنیتی با پشتیبانی ماموران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات
در بازجویی از سلول‌های بند مخوف 350 از خشونت مفرط استفاده کردند. اروین کاتلر در ادامه این گزارش تأکید می‌کند در ایران استقلال قضایی و حکومت قانون اصلاً وجود ندارد. سیستم قضایی در این رژیم به منظور سرکوب گسترده حقوق بشر و ایجاد یک مصونیت برای ناقضان حقوق بشر طراحی شده است. در این رابطه شرم‌آور است که وزیر دادگستری منتسب روحانی مصطفی پور محمدی است، کسی که در مجموعه‌ای از نقض‌های عمده حقوق بشر از جمله در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 دست داشته است.